با سلام خدمت مخاطبین گرامی فرادرس من معصومی هستم در این مجموعه آموزشی قرار هست دوره تکنولوژی قند به شما عزیزان آموزش داده بشه درس یک گیاه شناسی در بخش اول مقدمه ای از صنعت قند و شکر خدمتتون عرض می کنم قند و شکر یک ماده غذایی انرژیزا هست که میتونیم اونها رو به طور خالص تولید کنیم همینطور یکی از منابع ارزان قیمت انرژی نسبت به سایر مواد غذایی شناخته شده که خوشبختانه خیلی هم در دسترس قند و شکر به خاطر طعم و مزه مطبوع و شیرینی که داره مورد پسند بسیاری از مردم هست به همین خاطر تقاضا برای مصرف اون در کشور ایران و سایر کشورهای در حال توسعه روز به روز افزایش پیدا کرده از طرفی به دلیل اینکه تمرکز کشور ما بیشتر بر صادرات غیر نفتی هست و این صادرات خصوصا در محصولات کشاورزی رشد زیادی داشته خب صادرات قند شکر هم از این موارد مستثنا نیست علاوه بر این تنوع محصولات تولید شده در این صنعت امروزه افزایش پیدا کرده به عنوان مثال از ضایعات گیاه نیشکر به طور بهینه استفاده میشه و محصولات جانبی فراوانی تولید شده که به مصارف مختلف میرسه از این رو این ماده غذایی جزء یکی از کالاهای استراتژیک و مورد توجه و حمایت دولت هاست. اما یکی از مشکلاتی که این صنعت داره تولید ضایعاتی هست که موجب آلودگی محیط زیست میشه همچنین این صنعت بسیار انرژی بره اما امروزه به غیر از روش های شیمیایی متداول در تصفیه شکر راه های فراوری جدیدی بر مبنای تکنولوژی قشایی وجود داره از جمله میکروفیلتراسیون، نانوفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون که اساس این فرایندها عبور مواد از بین صافی هایی هست. پس امروزه میبینید که با استفاده از تکنولوژی میتونیم بسیاری از مشکلات این صنعت رو برطرف کنیم و با افزایش تولید و صادرات این محصولات میتونیم تکیه کشور رو بر صادرات نفتی کاهش و ارزآوری رو افزایش بدیم. خانواده ها بیشترین مصرف کننده این محصولات هستند. بعد از اون صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، صنایع کشاورزی و بازرگانی از جمله بخش هایی هستند که بیشترین دریافت رو از صنعت قند و شکر دارند. صنعت قند و شکر از جمله صنایعی هست که بیشترین ارتباط رو با بخش های مختلف تولید در کشورمون داره از جمله بخش کشاورزی که مواد اولیه این صنعت رو فراهم میکنه که چغندر قند و نشکر هست بخش صنعت که تجهیزات سرمایه‌ای کارخانجات قند و شکر رو تامین میکنه در بخش نفت انرژی مورد نیاز در این کارخانجات تامین میشه و بخش حمل و نقل و بازرگانی خدمات حمل و فروش در این صنعت رو فراهم میکنه تاریخچه قند و شکر از حدود ده هزار سال قبل از میلاد مسیح نیشکر در مناطق جزایر اقیانوسی گینه وجود داشته. از اونجا به هندوستان، چین، اندونزی و فیلیپین برده میشه و در سال 1747 میلادی مارگاف رئیس آکادمی علوم در برلین پی میبره که در چغندر قند مقداری ماده قندی وجود داره و میتونه به عنوان یک منبع قندی حائز اهمیت باشه. مارگاف و شاگردش با آزمایشات مختلفی که در زمینه اصلاح نژاد چغندر قند انجام میدند موفق میشن در سال 1801 اولین کارخونه قند چغندری رو در آلمان احداث کنند. در نقاط مختلف جهان نسبت به شرایط آب و هوایی و امکانات طبیعی از هر دو محصول نیشکر و چغندر قند شکر استحصال میشه. اما تولید کننده های عمده شکر در جهان برزیل، هند، چین، تایلند و آمریکا هستند. که از بین اینها برزیل و هند روی هم رفته حدود 40 درصد شکر جهان رو تولید میکنن. برزیل هزینه تولید پایینتری نسبت به سایر کشورها داره و بنابراین نقش مهم و تعیین کننده میتونه در عرضه این کالا در جهان داشته باشه. اما در کشور ما نیشکر از کشور هندوستان به شمال کشورمون منتقل شده و در قرون وسطا نیشکر در مناطق خلیج فارس، شیراز و مازندران کشت داده شده و برای تولید شکر مورد استفاده قرار گرفته. در همان دوران بوده که نام خوزستان یعنی سرزمین نی به وجود اومده و نیشکر ایران هم از خوزستان در جهان معروف شده. در سال 1338 اولین کارخونه قند نیشکری کارخونه هفت تپه شده دومی کارخونه قند نیشکری در سال 1353 در شمال شهر شوشتر در کشت و صنعت کارون تاسیس شده اولین کارخونه قند چغندری کارخونه قند کهریزک بوده که در سال 1274 در جنوب شرقی تهران توسط بلژیکی ها راه اندازی شده. تصویری که در بالا سمت چپ مشاهده می کنید تصویر این کارخونه هست. تا سال 1315 کارخونه دیگه ای ساخته میشه ولی در سال 1336 انحصار دولتی شکر در ایران لغو میشه و سرمایه گذاری مجدد اون به بخش خصوصی واگذار میشه. آمار و تولید و واردات شکر این نمودار مصرف شکر رو در سالهای 2015 الا 2017 در بین کشورهای تولید کننده شکر نشون میده که با ستونهای خاکستری مشخص شده. همینطور پیشبینی تا سال 2027 شده که با ستونهای آبین مشخص شده. بر اساس این نمودار کشورهای آسیایی بیشترین مصرف شکر را در بین کشورهای تولید کننده از جمله کشورهای آمریکایی، اروپایی، آفریقا، چین و هند داشتند و بیشترین مصرف شکر را تا سال 2027 خواهند داشت. این نمودار تولید و واردات شکر رو از سال 80 تا پایان سال 97 در کشورمون نشون میده. ستونهای زرد رنگ میزان تولید شکر و ستونهای سرخابی میزان واردات شکر رو نشون میده. بر اساس این نمودار، میزان تولید شکر از سال 81 تا پایان سال 84 بیشتر از واردات بوده. از سال 85 تا سال 92، میزان تولید شکر در کشور ما کمتر از واردات شده، ولی خوشبختانه از سال 93 تا پایان سال 97 دوباره میزان تولید شکر بیشتر از واردات شده. آمار تولید جهانی بررسی از سال 2012 الی 2017 انجام شده و بر اساس اون کشورهای تولید کننده شکر در این جدول آورده شده. همطور که در اسلایت های قبل گفته شد، برزیل بیشترین تولید شکر رو در بین این سالها داشته. به طور متوسط میتونیم بگیم تایلند و آمریکا متوسط تولید شکر رو در جهان داشتند و استرالیا کمترین میزان تولید شکر رو در جهان در بین این سالها داشته. در این اسلاید پراکندگی جغرافیایی کارخونه های و نیشکری رو در کشورمون میبینید. مربع های سبز رنگ نشوندهنده کارخونه های چغندری و مربع های قهوه رنگ نشوندهنده کارخونه های نیشکری هست. بر اساس این تصویر کارخونه های در کشور ما بسیار بیشتر از کارخونه های نیشکری هستند و میزان این پراکندگی بیشتر در غرب و جنوب غربی و شمال شرقی کشور ما دیده میشه و نشون میده که شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور ما برای رشد در قند بسیار بیشتر و مهیاتر نسبت به نیشکر همینطور تمرکز کارخونه های نیشکر بیشتر در جنوب غربی کشورمون دیده شده بخش چهارم ساختمان و ترکیبات شیمیایی مواد موجود در نیشکر و نسبت درصد اونها رو در این اسلاید مشاهده می کنید آب به میزان 70 تا 80 درصد نیشکر رو تشکیل میده ساکاروز 10 تا 17 درصد قندهای اینورت که شامل گلوکوز و فروکتوز هست یک دهم ده تا 3 درصد مواد خشبی که شامل سلولوز یا لیگنین هست 9 تا 15 درصد مواد عالی غیر قندی نیم تا یک و دو ده درصد و مواد معدنی یک دهم ده تا سه دهم ده درصد نیشکر رو تشکیل میدند. گیاه نیشکر در مناطق گرم سیری کشت میشه و تکثیرش به صورت قلم زنی هست. بعد از اینکه قلمه در شرایط مناسب محیطی قرار بگیره، ریشه های نازک و یک نواختی از اون خارج میشه که این ریشه ها درون خاک به سه صورت هست. یک سری ریشه های سطحی هستند که انشابات زیادی دارند و طول اونها بسته به نوع و رقم کرد بین 50 تا 250 سانتی متر هست. یک سری ریشه ها میانی هستند که به این ریشه ها ریشه های پشتیبان هم میگند و نقش این ریشه ها تثبیت گیاه هست. سرعت رشد زیادی دارند و عمیقتر از ریشه های سطحی هستند. و ریشه های عمیق که به طور مستقیم درون خاک نفوذ می کنند و بسته به شرایط محیطی سرعت و قدرت نفوذ متفاوتی دارند مثلا در مناطق گرم با رطوبت کم این ریشه ها با سرعت بیشتری نفوذ می کنند عواملی مثل واریته حرارت رطوبت و جنس خاک روی وضع پخش این ریشه ها اثرگذار هست. ساقه نیشکر به صورت استوانه شکل هست مغزی داره که بیشترین بخش ساکاروز درون اون ذخیره شده بیشتر هم در قسمت های مرکزی و پایینی هست قسمت فوقانی ساقه بیشتر از عناصر معدنی، فروکتوز و گلوکوز تشکیل شده طول ساقه نیشکر در انواع مختلف متفاوته اما قطر اونها بین دو تا 6 سانتیمتر هست. ساقه های نیشکر از گره و میانگره تشکیل شده. در هر گره حداقل یک جوانه مولد ساقه و حلقه از جوانه های مولد ریشه وجود داره. همطور که در تصویر میبینید ساقه نیشکر به صورت عمود بر زمین نیست و حالت افقی روی زمین رشد میکنه. امکان داره بخشی از این ساقه به زیر خاک بره جوانه های مولد ریشه که در سطح خاک یا زیر خاک هستند به دلیل رطوبت زیادی که در سطح زمین وجود داره میتونن ریشه های زیادی تولید کنند. در قسمت پایین جوانه های جانبی یه برامدگی وجود داره که محل اتصال غلاف به ساقه هست. برگ های نشه کرد به صورت متناوب روی ساقه از محل گره ها خارج میشه که هر برگ از یک پهنک و غلاف تشکیل شده. پهنک یک رگ برگ اصلی داره و کار غلاف محافظت از جوانه های جانبیه. طول برگ ها ممکنه به یک متر یا حتی بیشتر هم برسه و رنگ این برگ ها در قسمت بالایی سبز تیره هست در محل غلاف سبز روشن میشه البته رنگ برگ ها از سبز مایل به زرد تا سبز تیره در ارقام مختلف نیشکر متفاوته گل نیشکر نیشکر بعد از دوازده تا بیست و چهار ماه رشد رویشی اگر تحت شرایط روزهای بسیار کوتاه قرار بگیره گل میده گل نیشکر سه پرچم و مادگی داره خوشه هست مرکبه و انشابات زیادی به طول سی تا صد سانتی متر داره که از انتهای ساقه به وجود میاد گیاه نیشکر زمانی که میخواد گل بده از ساکارز موجود در ساقه ها استفاده میکنه به همین خاطر هنگام گلدهی مقدار قند ساقه ها کاهش پیدا میکنه در مزارع برای جلوگیری از به گل رفتن نیشکر و باقی موندن ساکاروز بیشتر در ساقه ها جهت استحصال شکر از علفکش‌های استفاده می کنند و روی این گیاه می پاشند که مانع از به گل نشستن این گیاه بشن ساختمان و ترکیبات شیمیایی چغندر قند چغندر از گونه بتا بولگاریس و گیاهی دو ساله هست این گیاه در سال اول قده تشکیل میده که در این قده مواد عالی، معدنی و از همه بیشتر ساکاروز ذخیره میشه در سال دوم از این ساکاروز ذخیره شده استفاده میکنه برای تولید بنه، گل و بذر از نظر ظاهری چغندر قندی رسیده و آماده مصرف هست که مخروطی شکل باشه. وزن چغندر قند به طور میانگین یعنی این بخش ریشه ای حدودا 500 تا 700 گرم هست و معمولا در قده هایی که وزنشون کمه درصد قند بیشتری وجود داره. چغندر قند به طور کلی از سه بخش تشکیل شده. قسمت سر به همراه برگ و توقه. این قسمت به دلیل داشتن ناخالصی های زیاد و بالا بودن مقدار آنزیم اینورتاز مناسب نیست که وارد پرسه تولید و قندگیری بشه به همین خاطر هنگام برداشت چغندر از مزاره این قسمت از چغندر قند جدا میشه که وارد خط تولید نشه بخش تنه یا قده اصلی این بخش قسمت عمده چغندر رو تشکیل میده و بیشترین ساکاروز در این بخش ذخیره میشه. غلظت ساکاروز در قسمت وسط قده بیشتر هست. هرچه به سمت سر یا دوم در نزدیک میشیم، غلظت ساکاروز کاهش پیدا میکنه. این بخش ارزش تکنولوژیکی بالایی داره. منظور از ارزش تکنولوژیکی این هست که هر بخشی از در وقتی وارد خط تولید میشه، از نظر استحصال قند و شکر چقدر اقتصادی هست و راندمان تولید اون چقدر هست. هر چقدر راندمان تولید بالاتر باشه، ارزش تکنولوژیکی بالاتر هست. پس قسمت تنه در به دلیل وجود ساکاروز زیاد ارزش تکنولوژیکی بالایی داره و قسمت دوم چغندر قند از جایی که زخامت قده یا عرض قده به یک سانتی متر میرسه دوم در شروع میشه که این بخش هم به دلیل داشتن ناخالصی های زیاد ارزش تکنولوژیکی پایینی داره و باید از قسمت تنه جدا بشه برای تولید شکر، چقندر قند وارد مرحله اصاره گیری میشه. حدود 90 درصد چقندر در این مرحله تبدیل به اصاره و 5 الا 10 درصد باقی مانده اون مواد خشبی یا مواد خشک نامحلول هستند که استلاحاً به اون مارک میگن. اصاره حاصل از در قند حاوی 75 درصد آب و 25 درصد ماده جامد هست که این مواد جامد از ترکیبات قندی و ترکیبات غیر قندی تشکیل شده. نکته که اینجا هست اینه که در صنعت قند فقط به ساکاروز قند میگن. به ترکیباتی مثل گلوکوز و فروکتوز مواد غیر قندی میگن. ساکاروز مهمترین جزء موجود در اصاره هست که با استفاده از تکنولوژی های موجود میتونیم اون رو به صورت بلورهایی در بیاریم و اون رو از اصاره خارج کنیم. ساکاروز یک دیساکاریده از یک مولکول گلوکوز و یک مولکول فروکتوز تشکیل شده و فرمول شیمیایی اون به صورت C12 H22 O11 هست. همچنین یک قند غیر احیا کننده هست. من یک توضیح در مورد قندهای احیا کننده بدم. قندهای احیا کننده قندی هستند که روی کربن شماره یک یا کربن آنومر آنها اوهاش وجود داشته باشه. اگر این اوهاش در فرم فضایی به سمت پایین باشه ترکیب قندی ما به صورت آلفا و اگر اوهاش به سمت بالا باشه ترکیب قندی به فرم بتا نامیده میشه گلوکوز و فروکتوز یک قند احیا کننده هستند در حالی که ساکاروز یک قند غیر احیا کننده هست دلیلش هم اینه که اوهاشی که روی کربن شماره یک گلوکوز و فرکتوز وجود داره در ساختار ساکاروز وارد پیوند میشه و دیگه به صورت آزاد نیست. پس احیا کننده نیست ساکاروز. علاوه بر این دارای کربون های نامتقارنی هست که میتونه صفحه نور پولاریزر را به سمت راست منحرف کنه. به همین دلیل ساکاروز یک ترکیب قندی راست گردان هست. مقدار ساکاروز با آزمایش سنجی اندازه گیری میشه که در این آزمون از دستگاه پولاریمتر استفاده میکنند و این دستگاه میزان چرخش نور پولاریزه توسط ساکاروز رو اندازه میگیره چون میزان انحراف بستگی به قلزت و مقدار ساکاروز داره از این خاصیت برای اندازه گیری درصد قند ساکاروز استفاده می کنند و درصد درجه ساکاروز رو پولاریزاسیون می گن. چون اساس این اندازه گیری پولاریمتری و سنجش میزان انحراف نور هست که توسط دستگاه پولاریمتر انجام میشه. در این آزمایش از این فرمول استفاده می کنند آلفا به توان تی با اندیس لاندا مساوی هست با صورت کسر آلفا مخرج کسر ال زبدر در سی زب در عدد به دست اومده در عدد دو ضرب میشه و مقدار قند ساکاروز رو به ما میده. در این فرمول آلفای اول زاویه چرخش ویژه تی درجه حرارت لاندا طول موجی هست که در اون آزمایش انجام میشه بر حسب نانومتر آلفای دوم زاویه انحراف نور پولاریزه به وسیله محلول مورد آزمایش هست ال طول لوله پولاریمتر بر حسب دسیمتر و سی، قلزت هست بر حسب گرم در 100 سانتیمتر مکعب حالت اسیدی و قلیایی بر ساکاروز تاثیرگذار هست. در صورت تاثیر اسیدها بر ساکاروز ساکاروز به مولکول های گلوکوز و فروکتوز تجزیه میشه و این پدیده رو اینورسیون میگن اینورسیون یعنی واکنش عکس یعنی ساکاروز به مونومرهاش تجزیه شده گلوکوز راستگردان و فروکتوز چپگردان هست اما برایند این دو چپگردان میشه به عبارتی محلول قند اینورت که شامل گلوکوز و فروکتوز هست برخلاف ساکاروز چپگردان هست. این واکنش در صنعت قند بسیار اهمیت داره و تا حد امکان باید از بروز اون جلوگیری بشه چون موجب زایات قندی و از دست رفتن ساکاروز میشه در صورت تاثیر قلیا بر ساکاروز ساکاروز در برابر حالت قلیایی مقاوم تر هست اما در برابر قلیا و دمای شدید بخشی از ساکاروز هیدرولیز و به قندهای اینورت تبدیل میشه بهترین پی اچ که کمترین هیدرولیز ساکاروز در اون اتفاق میفته 8 تا 9 هست از پی اچ 11 به بالا ویسکوزیته شربت به شدت افزایش پیدا میکنه و کریستالیزاسیون رو داریم خب تا اینجا ما در مورد ساکارو صحبت کردیم تنها ماده قندی در صنعت قند که بقیه مواد غیر قندی شناخته میشن مواد غیر قندی در صنعت قند به چند دسته تقسیم میشن مواد غیر قندی بدون ازوت که مهمترین اونها رافینوز، پکتین، اسیدهای آلی و ساپونین هست مواد غیر قندی ازوت دار که مهمترین اونها مواد پروتئینی، مواد رنگی، نیترات و آمونیاک هست و مواد معدنی از بین این ترکیبات آمونیاک به صورت بخار از فرایند خارج میشه پروتئین ها از طریق منعقد شدن یا بلوکه شدن طی فرایند تصفیه هضم میشن اسیدهای آمینه و بتائین که ازت مزره هستند در تصفیه هضم نمیشن و در ملاس باقی میمونند رنگیزه های موجود در چقندر قند بتائین هست که مسئول ایجاد رنگ قرمز و بتاسیانین که رنگ زرد رو در چقندر ایجاد میکنه به طور کلی در کارخونه قند سه نوع رنگ داریم رنگدانه هایی که از واکنش مایلارد به وجود میان ملانوئیدین هستند واکنش مایلارد واکنشی بود که بدون حضور آنزیم از واکنش بین قندهای احیا کننده و ترکیبات گروه آمینی ایجاد میشد مثل پروتئین‌ها ها و اسیدهای آمینه ملانویدین ها قهوه رنگ هستند. رنگدانه دیگه ای که در این کارخونه هست ملانینه که از قهوه شدن آنزیمی به وجود میاد. واکنشی هست که از حضور آنزیم پلیفنول اکسیداز روی ترکیبات پلیفنولی حاصل میشه و کاراملیزاسیون که از حرارت دادن شدید قندها رنگدانه های سیاهی به نام کارامل ایجاد میکنند. از دیگر ترکیبات غیر قندی اتدار ات آنزیم ها هستند. آنزیم اینورتاز در شغان در قند وجود داره که میتونه ساکاروز رو به اینورت قندهای اینورت هیدرولیز کنه. فعالیت این آنزیم با دما رابطه مستقیم و با رطوبت رابطه عکس داره. فعالیتش در نیشکر هم بیشتر از قنده. و مواد معطری که در در قند وجود دارند شامل الکل پیرول، وانیلین و استامید هستند که بوی کارخونه قند هم ناشی از این ترکیباته. از دیگر مواد غیرقندی بدون ازوت رافینوز هست. رافینوز تریساکاریدی هست که از یک مولکول گلوکوز، یک مولکول فروکتوز و یک گالاکتوز تشکیل شده. رافینوز در طی نگهداری چغندر در سیلو و یا در سرمازدگی مقدارش زیاد میشه و مهمترین ماده قندی هست که میتونه در تکنولوژی قند اختلال ایجاد کنه. در نشکن وجود نداره فقط در چغندر قند هست برخلاف ساکاروز در الکل متیلیک به خوبی محلول هست و از این خاصیت برای جداسازی رافینوز از ساکاروز استفاده میشه. همچنین میتونه صفحه نور پولاریزر رو یک و 8 برابر بیشتر از ساکاروز منحرف کنه و اگر پولاریمتر عددی بیش از مقدار واقعی نشون بده نشون دهنده وجود رافینوز هست از جمله اختلالاتی که رافینوز توی صنعت قند ایجاد میکنه اینه که سبب میشه بلورهای شکر به جای اینکه فرم مکعبی بشن به فرم سوزنی شکل در بیان